سلام بینندگان عزیز، برنامه آشپزی با فاطیما است. به برنامه ما خیلی خوش اومدید. از این هفته هر یک شنبه ساعت 4:30 با یه غذای خیلی خوشگل و خوشمزه و یه مهمون دوست داشتنی و عزیز به خونه های شما میاد. دیویدی آموزش آشپزی نوین شامل 120 دقیقه آشپزی عملی، غذاهای سریع، آسان، متنوع و لذیذ مناسب با... آخرین چیزی ادویه که استفاده میکنیم هل سیاه هست. هل سیاه یه نوع ادویه که عطری که داره از هل سفید و سبز خیلی بیشتر هستش و خیلی خوشمزه‌تر و خوش‌عطرتر میکنه غذا رو، ولی به خاطر تکسچر بعدی که داره، در واقع پوست زبری که داره، توی غذاها کمتر استفاده میشه. اینم دقیقاً مثل بقیه هل‌ها یه مقدار میشکافید و داخل هل رو استفاده میکنه که من خودم ترجیح میدم بیشتر از اینکه از کیس هل استفاده بکنم. به این صورت از چیلی استفاده میکنه. شما تند و تیز دوست دارین غذا بخورین؟ خانومم جنوبی هست، اینا وقتی غذا ها میریزه از این فلفلا خیلی هم دوست دارم. دست در نکنه. یه مقدارم از مشکی. اینجا تحصیلاتون در این رشته کی شروع شد؟ من آشپزی رو از سن 14-15 سالگی شروع کردم و خیلی علاقه داشتم به آشپزی. اول من پدرم بیشتر مایل بودن که من برم تو کار بیزنس و رشته بیزنس مثل خود پدر مادرم، ولی من ترجیح دوست داشتم دنبال آشپزی برم. و وقتی که رفتم تو این رشته و کارهای زیادی انجام دادم، من شوهای آشپزی زیادی تو ایران داشتم، تو اروپا داشتم، دبی داشتم و آموزشگاه آشپزی داشتم و کلن کار خاص زیادی انجام دادیم. توی کانادا هم همینطور. الان خیلی خوشحال هستم که پدرم، مادرم و خواهرم ساپورت میکنن منو و بسیار خوشحالم از این بابت. آها، پیداش کردم. ما دنبال یه مانگو میگردیم برای دسرمون، که مانگو رو اصولا یه انبه وقتی میخواین تهیه بکنین حتما باید بوش کنید. یه بوی خیلی خوبی میده، بوی رسیدگی میده. حتما باید دست بزنید. اونقدر صفر نباید باشه، سبز نباید باشه، ولی میباید رسیده باشه، کاملا رنگش زرد باشه و بوی رسیدگی رو ده. بوش میکنید شما ها؟ کاملا یه بوی رسیدگی خوش عطر و خوش طعم باید باشه. خب احتیاج داریم دوتا منگو میخواییم. شلط احتیاج داریم. شلطمون رو برای خوراک گوشتمون و پلوی مخلوطمون احتیاج داریم. شلط چیزی شبیه پیازه، ولی عطر و طعمش خیلی قوی تر از پیازه و ظاهرش هم خیلی از پیاز کوچولوتر و خوشگل تره. من کلا خودم خیلی شلط رو دوست دارم تهیه کنم توی غذاها، خیلی خوشمزه میشه، خیلی خوش عطر. او جینجر احتیاج داریم. جینجر رو برای غذاهامون می‌خوایم. جینجر همون زنجبیل تازه است، ولی خیلی خوشگل‌تره. عطر خیلی تند و تیزی داره که توی غذاهای مزه خاصی به غذا میده. ولی خب جینجر تازه رو حتما باید یه مقدار مواظب باشین زیاد استفاده نکنید داخل غذا. من خودم وقتی می‌خوام جینجر تازه رو بخرم حتما بوش می‌کنم. اون رنگ جوسی رو می‌گیری چه جوری هستش؟ خیلی آبدار، خیلی خوش‌عطر. یه دونه از اینا حتما جینجر هم دقیقا مثل سیر ریز خورد میکنیم. بله. خلال میکنیم. روی درجه 400 درجه فارنهایت گرم کردیم. به محض اینکه یه مقدار گوشت و مارینیشن گوشت، سوسی که داخل هستش، جوش اومد، زیرش کم میکنیم، میره داخل فر، شبکه وسط فر، به مدت 20 دقیقه تا 40 دقیقه نسبت به سایز گوشت. و دیگه اوکی، این سخت بود آقا جمع شید. خیلی نه واقعا دست اینو شما برای خانمتون درست میکنید؟ نه من اینو قول میدم میسازم. گوشتی که داریم داخل تابمون اضافهش میکنیم. سرخ داری میکنیم، میخواییم گوش سرخ بشه بله. که اون رنگ کارملایز شدنش رو به همون به تابه بده. بله. خب بعد از اینکه یه مقدار گوشتمون طلایی شد، ما بهش گشنیز رو اضافه میکنیم به این صورت. عطر و بوش. بچه های پشت صحنه آقای جمشیدی فکر کنم دیگه اصلا نمیتونن تحمل بکنن. من فکر کنم فیلم بردارم اون پایین. بله، کاملا فرمایش منطقیه. به خوراک گوشتمون ماست رو اضافه میکنیم و ماست رو همراه با گوشتمون تفت میدیم. ماست
ماستی استفاده میکنیم، ماست سویا که شما میتونید در انواع فلیورها تهیهش بکنید، حالا چه ساده یا هر مزه دیگه، که ماست سویا خیلی هم برای بدن مفید هست، خیلی برای بدن مفیده. داخل کاسه میریزیم مانگو. خب مانگویی رو که دارین پیل میکنیم. نمیخوایم کاملا پوره بشه، میخوایم تیک های میوه داخلش مشخص باشه. اگر استرسی دارین آقای جنبی بله. در روز بسیار بهترین رایی که استرس بله با تجربه. آفرین، دست درد نکنه. که لذت ببرید ازم. در آخر هم من دوست دارم یه مقدار پسته روش بریزم به خاطر اون رنگی که به دسرمون میده.